الله الرحمن الرحیم. دلی که به عشق تو وا می شود، پر از رنگ و بوی دعا می شود. سلام، سلام و صد سلام به گل پسرای عزیز و نازنینم. حالتون خوبه؟ لبا خندونه؟ دلا مهربون؟ همه همزبون؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. بچه ها جون، امروز میخواییم بریم سراغ دومین فصل از کتاب ریاضیمون. اما قبل از این که وارد کتاب بشیم، ازتون میخوام که به اطرافتون با دقت نگاه کنید. بچه ها جون، اطراف شما وسایل مختلفی وجود داره که از چیزهای مختلفی هم تهیه شده. مثلا اگر الان اینجا توی کلاس روی این نیمکت ها نشسته بودین، به من میگفتین خانوم این نیمکت ها از چوب، از آهن اینا تهیه شده. کاملا هم درست بود. خب گل پسرای عزیز، تا حالا کلمه ادب به گوشتون خورده؟ شنیدین؟ بله، مرحبا، زیادم شنیدین. بچه ها جون، این عدد چجوری نوشته میشه؟ بله، آفرین به شما زرنگای توی خونه. ما با استفاده از رقم یا رقمها عدد رو می نویسیم. گل پسرای زرنگ توی خونه، بگین ببینم ما چند تا رقم داریم؟ با هم بشماریم. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ما 10 تا رقم داریم که با استفاده از این رقم ها عدد رو می نویسیم. گل پسرای عزیز، مثلا با استفاده از رقم 6 میتونیم عدد 6 یا 66 رو بنویسیم. خب حالا شما عزیزان به من بگید ببینم با استفاده از رقم 8 و رقم 2 هر چی که میتونیم عدد دو رقمی بنویسیم رو با صدای بلند داد بزنید و بگید. بله درسته، عدد 88، عدد 22، بله عدد 28 و عدد 82، کاملا درسته. بچه ها جون، راستی من دیروز اینجا توی مدرسه بودم. علی کوچولو هم اومده بود مدرسه تا از من دعوت کنه که بعد از اون با هم دیگه بریم جشن تولد. وقتی علی اومد مدرسه از من خواهش کرد، گفت خانم. گفتم چیه؟ گفت ازتون میخوام قبل از این که بریم جشن تولد، شما بیاید خونه ما تا توی لباس پوشیدن به من کمک کنید. گفتم باشه. رفتم خونه علی کوچولو. بچه ها فکر میکنی خونه علی چه اتفاقی افتاد؟ پس با دقت نگاه کنید. سلام علی جون، حالت خوبه؟ علی چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ آخه انتخاب لباس ها سخته، نمیدونم کدوم لباس و شلوار خوشگل تر میشه. لباس بنفش با شلوار سبز یا لباس قرمز با شلوار آبی، من متوجه نمیشم. خب ناراحتی نداره، اشکال نداره. علی یه فکری به ذهنم رسید. میدونی چی کار کنی؟ ببین تو کلن دو تا بلیز داری، بلیز بنفش و بلیز قرمز. ببین یه بلیز بنفش داری، یه دونه بلیز قرمز داری. خب 3 تا هم شلوار داری، شلوار سبز، شلوار زرد و شلوار آبی، که میتونی با هر کدوم از این لباس ها این شلوار ها رو بپوشی. مثلا با بلیز بنفش میتونی شلوار زرد، شلوار آبی و شلوار سبز رو بپوشی، یا میتونی با بلیز قرمز شلوار آبی، شلوار سبز
و یا شلوار زرد رو بپوشی. نگاه کن علی جون، قشنگ به راحتی الان مشخص شد که شما چه لباس و شلوارهایی رو میتونی روی هم دیگه بپوشی. این دیگه ناراحتی نداره، مشکلت حل شده و شما میتونی لباس مورد نظرتو انتخاب کنی. خب بریم تا به جشن تولد امروزمون برسیم. پسرای عزیز، من و علی کوچولو دیروز با هم رفتیم جشن تولد. توی جشن تولد به ما خیلی خوش گذشت، جای همتون اونجا خالی بود. خب بچه ها جون، حالا میخواییم بریم سراغ صفحه 26 کتاب ریاضی. همونجوری که مشاهده میکنید، موضوع این صفحه حل مسئله به کمک راهبرد الگوسازی هست. گل پسرای عزیز و نازنین، میخواییم با هم دیگه یه سؤال رو حل کنیم. شما عزیزان این سؤال رو سال قبل در کتاب ریاضی کلاس دوم دبستان معلم عزیز و نازنینتون بهتون یاد داده بود. خب سؤال رو میخونم و با هم دیگه انجامش میدیم. گفته همه عددهای سه رقمی را بنویسید که دهگان آن 4 یا 7، صدگان آن 3 و یکان آن 5 یا 9 یا 0 باشد. گل پسرای عزیز، میخواییم این سؤال رو حل کنیم. بچه جون، اگه گفتین این سؤال با چه راهبردی حل میشه؟ هزار آفرین، احسن به شما، کاملا درسته، با استفاده از راهبرد الگوسازی. خب زرنگای توی خونه به من بگید ببینم با چند روش میتونیم این سوال ها رو حل کنیم؟ با دو روش، کاملا درسته، یکی با استفاده از جدول ارزش مکانی و یکی با استفاده از روش شاخه‌ای یا درختی. بچه ها جون، ما امسال توی کلاس سوم بیشتر از روش شاخه‌ای یا درختی برای حل اینجور سوالهایی استفاده میکنیم. خب حالا میخواییم سوال رو حل کنیم. گل پسرای عزیز، اگر به سوال خوب دقت کرده باشید متوجه میشید سوال به ما گفته صدگان آن عدد 3 باشد. خب ما در مرتبه صدگان یه عدد بیشتر نداریم. خب چون یه عدد بیشتر نداریم، پس میگیم صدگان ما یه دایره براش رسم میکنیم. چرا؟ چون یه دونه عدد 3 رو در مرتبه صدگان بیشتر نداریم. خب 3 رو مینویسیم در مرتبه صدگان. بعد میرسیم به مرتبه دهگان. توی مرتبه دهگان ما بچه ها جون دو تا عدد داریم. چه عددهایی؟ عدد 4 و عدد 7. خب گل پسرای عزیز، چون دو تا عدد داریم، پس دو تا هم خط براش رسم میکنیم. بچه ها جون دقت کنید، زمانی که میخوایم عددها رو در این دایره ها بنویسیم، بهتره که از کوچیک به بزرگ شروع کنیم به نوشتن. خب عدد 4 از 7 کوچیکتره، پس اول 4 رو مینویسم بعد 7 رو. خب بعد از مرتبه دهگان میرسیم به مرتبه یکان. گل پسرای عزیز، توی مرتبه یکان ما 3 تا عدد بیشتر نداریم. چه عددهایی؟ گفته 9 یا 5 یا 0 باشد. خب پس چون 3 تا عدد داریم، براش 3 تا هم خط رسم میکنیم. برای هر کدوم از عددهای دهگانمون
سه تا خط رسم میکنیم. خب برای چهار سه تا خط رسم میکنیم، برای هفت هم سه تا خط رسم میکنیم. خب گفتیم بهتر هست که عددها از کوچیک به بزرگ نوشته بشه. صفر از همه کوچولوتره، پس اول صفر رو می‌نویسیم. صفر، بعد پنج، بعد نه. دوباره برای هفت، صفر، پنج و نه. حالا می‌خوایم عددهایی که با استفاده از این روش شاخه‌ای، با استفاده از راهبرد الگوسازی به دست آوردیم، عددهای سرقمیون رو با هم دیگه با صدای بلند بخونیم. عددا رو میخونم، با من همراهی کنیم. 340، 345، 349، 370، 375، 379. مرحبا به شما گل پسرای عزیزم. خب بچه ها جون، حالا ازتون میخوام سوال یک و دو صفحه 26 کتاب ریاضی رو خودتون الان برید و انجامش بدید. گل پسرای عزیز، همون صفحه 26 کتاب ریاضی سوال سوم رو اگر دقت کنید میبینید شما عزیزان، این سوال رو سال اول دبستان صفحه 90 کتاب ریاضیتون معلم عزیز و مهربونتون بهتون مفهوم ترکیبی اعداد رو یاد داده. خب بچه ها جون، مفهوم ترکیبی اعداد، مثلا میگیم عدد ده، ده یعنی 8 و 2، ده یعنی 9 و 1، ده یعنی 10 و 0. خب گل پسرای عزیز و نازنین، ازتون میخوام این سوال 3 صفحه 26 کتاب ریاضی رو با استفاده از مفهوم ترکیبی اعداد که سال اول دبستان یاد گرفتید به این سوال پاسخ بدید. خب بچه‌ها جون، اگر به عبارت ریاضی دقت کنید، نوشته 1 به اضافه چه عددی مساوی است با 12. گل پسرای عزیز و نازنین توی خونه، میخوام با دقت فکر کنید و به این عبارت نگاه کنید، ببینید آیا قبل از این میتونیم عبارت دیگه رو بنویسیم یا نه، و این سوال رو پاسخ بدید. بچه ها جون، امیدوارم درس امروز رو به خوبی یاد گرفته باشین. تا یه روز دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. دست علی یارتون، خدا نگهدارتون. خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. پسرای عزیز و نازنینم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روی لبای خوشگلتون همیشه خنده. بچه جون، شما در صفحه 84 کتاب ریاضی یاد گرفتین که چجوری چند ضلعی ها رو نامگذاری کنید و نامشون رو بخونید. البته شما عزیزان در سال قبل می دونستید به شکلی که چند تا ضلع و چند تا گوشه داشت بهش می گفتیم چند ضلعی، و
بچه ها اگه گفتین به هر کدوم از این زل های چند زلی ها چی میگن؟ احسن باریکلا، بله بهش میگن پاره خط. خب پسرای گلم، برای اینکه بخوایم این چند زلی ها رو نامشون رو بخونیم چی کار میکردیم؟ ابتدا گوشه ها رو پیدا میکردیم و با حروف الف با نامگذاریشون میکردیم. خب من گوشه ها رو نامگذاری میکنم، مثلا میگم میم، کاف، لام، یه. خب بچه ها جون، میخوام نام این چند زلی ای که شما عزیزان بهش میگین مستطیل رو بخونم. چی کار میکنم؟ یکی از این گوشه ها رو به دلخواه انتخاب میکنم، هر کجایی که شما دوست داشتین انتخاب میکنید، ولی باید دقت کنید که بچه ها وقتی میخوایم نام این چند زلی رو بخونیم باید پشت سر هم و خلاف جهت عقربه های ساعت باشه. خب میخوام نام این چند زلی رو بخونم، ابتدا نگاه میکنم ببینم این چند زلی چند تا زل داره. احسن باریکلا، این چند زلی من 4 تا زل داره، پس میگم 4 زلیه. بچه ها ابتدا حتما قبل از اینکه نام چند زلی ها رو بخونید باید تعداد زل ها رو ذکر کنید. خب 4 زلیه، مثلا من از نقطه میم شروع میکنم، قرار شد پشت سر هم دیگه و در خلاف جهت عقربه های ساعت این کار رو انجام بدم. خب میگم 4 زلیه، میم، کاف، لام، یه. نام این 4 زلی رو خوندم و نوشتم. خب پسرای گلم دقت کنید، من داخل این 4 زلی یا داخل این چند زلی یک پاره خط رسم میکنم. دقت کنید، داخل این چند زلی یک پاره خط رسم میکنم. بچه ها جون به من بگید ببینم نام این پاره خط چیه؟ بهش میگیم پاره خط کاف یه یا یه کاف، فرقی نمی کنه. ما پاره خط رو از دو طرف میتونستیم بخونیم. پسرای گلم دقت کنید به پاره خط هایی که داخل چند زلی ها رسم میشن و گوشه های مقابل و به هم دیگه وصل میکنن بهش میگیم قطر. خب پس میخوایم نام این قطر رو بخونیم، میگیم قطر یه کاف. خب این یه دونه قطر. بچه ها دیگه قطری میبینید توی این 4 زلی؟ احسن باریکلا، بله هزار آفرین، یکی دیگه قطر هم داره. من خط کشو میذارم و این قطر رو هم رسم میکنم. بچه ها جون نام این قطر چیه؟ میگیم می لام، قطر می لام. خب پسرای گلم آیا دیگه قطری میبینید؟ نه. پس بچه ها دقت کنید، همه 4 زلی ها 2 دونه قطر دارن، همه 4 زلی ها 2 قطر دارن. خب پسرای گلم حالا به این شکل نگاه کنید، به این شکل میگیم 5 زلی، چون 5 تا زل داره. میخوام نام این 5 زلی رو هم بخونم و بنویسم. خب مثلا میگم ه، سین، میم، ب، یه. خب بچه ها جون نام این چند زلی رو میخوام بخونم، قرار شد اولین کاری که میکنیم چی باشه؟ اولین کاری که میکنیم تعداد زل ها رو بنویسیم.
الان به این چند ضلعی ما بچه ها چند تا ضلع داره؟ اگر خوب نگاه کنید میبینید 5 تا ضلع داره. پس من اسمشو میگم 5 ضلعیه. قرار شد از یه جا شروع کنیم، پشت سر هم و خلاف جهت عقربه های ساعت بخونیمش. مثلا من این دفعه از اینجا شروع میکنم. 5 ضلعیه سین میم ب ی و ه. دقت کنید، 5 ضلعیه سین میم ب ی و ه به ترتیب پشت سر هم و خلاف جهت عقربه های ساعت نام این چند ضلعی یا 5 ضلعی رو خوندم. خب بچه ها جون، حالا میخوام قطرهای این 5 ضلعی رو هم با هم دیگه رسم کنیم. اولین قطر رو من رسم میکنم، از سین به ب وصل میکنم. این یکی قطر. بچه ها پس من میام اینجا با رنگ سبز نام قطرها رو هم می نویسم. خب یکی از قطرها قطر سین ب. خب قطر بعدی رو رسم می کنم. قطر بعدی رو با رنگ سبز رسم می کنم. از ه به ب وصل می کنم. اینم دومین قطر من. پس نام قطر بعدی بود ه ب. خب باز یه قطر دیگه با یه رنگ دیگه رسم می کنم. دقت کنید بچه ها، از یه به م وصل می کنم. خب بعدی شد قطرش م یه یا یه م، فرقی نمی کنه. بچه ها آیا دیگه قطری می بینم؟ بله باز هم می بینم. احسن، باریکلا. سین یه به هم وصلشون می کنم. سین یه و نامشو می نویسم. خب بچه ها آیا دیگه باز هنوز قطری می بینم؟ بله باز هم قطر می بینم. چه قطری؟ ه م. احسن، باریکلا. قطر ه م به هم وصل می کنم و باز نامشو یادداشت میکنم. خب پسرای عزیزم دقت کنید، این 5 ضلعی ما چند تا ضلع داره؟ احسن، باریکلا. 5 تا ضلع داره. خب بچه ها جون آیا دیگه میتونم هیچ قطری براش رسم کنم؟ اگر خوب نگاه کنم میبینم دیگه نمیتونم هیچ با قطری رو داخل این چند ضلعی رسم کنم. پس بچه ها جون دقت کنید، 5 ضلعی ما 5 تا ضلع داره و 1, 2, 3, 4, 5 تا هم قطر داره. بچه ها اگر به شما گفتم شکلی رسم کنید که تعداد ضلع ها با تعداد قطرهاش با هم دیگه برابر باشه، شما چه شکلی رو رسم میکنید؟ احسن، باریکلا. 5 ضلعی. چرا؟ چون 5 ضلعی شکلی هست که تعداد ضلعها و تعداد قطرهاش با هم دیگه برابر هست. پس حتما به این نکته دقت کنید بچه ها جون. 5 ضلعی تعداد ضلعها با تعداد قطرها با هم دیگه برابر هست. در 4 ضلعی بچه ها جون همه 4 ضلعی های ما 2 تا قطر بیشتر ندارن. خب پسرای گلم دقت کنید بچه ها، اگر بخوایم شکل های متفاوتی داشته باشیم، مثلا 6 ضلعی، 9 ضلعی، 8 ضلعی، 20
ضلعی شکل‌هایی داشته باشیم که تعداد ضلع‌هاشون زیاد هست و بخوایم برای این شکل‌ها قط رسم کنیم، بچه‌ها شاید یه خورده اشتباه کنیم، قاطی کنیم، کارمون سخت‌تر بشه. برای همین یه فرمول به شما عزیزان میگم، شما هم این فرمول رو توی دفترتون یادداشت کنید بچه‌ها، که به راحتی بتونید این دفعه قطرهای چند ضلعی ها رو حساب کنید. خب پسرای گلم، به این فرمولی که می نویسم پای تابلو دقت کنید بچه‌ها. میگیم ام ضرب در پرانتز باز ام منهای 3 تقسیم بر 2. بچه‌ها جون، این عدد 2 و این عدد 3 توی فرمول ما همیشه ثابتن. دقت کنید، عدد 2 و عدد 3 توی فرمول ما همیشه یه عدد ثابتی هستن. خب پسر گلم، حالا این ام چیه؟ بچه‌ها جون، به جای ام شما باید تعداد ضلع‌های اون چند ضلعی رو بشمارید و به جای ام قرار بدین. دقت کنید، پس ام میشه تعداد ضلع‌ها، این ام هم همینجور. پس اگر بخوام بنویسم، مثلا میگم تعداد ضلع ضرب در پرانتز باز تعداد ضلع منهای 3 پرانتز بسته تقسیم بر 2. خب پسر عزیزم، من اینجا میخوام تعداد ضلع‌های یک شش ضلعی رو برای شما عزیزان با توجه به این فرمول حساب کنم. خب پسر گلم، شش ضلعی چند تا ضلع داره؟ بله احسنت، 6 تا ضلع داره، درسته؟ خب ما گفتیم به جای این ام تعداد ضلع ها رو قرار میدیم و عدد 3 و 2 توی این فرمول همیشه ثابت هستن. خب 6 ضلعی ما بچه ها 6 تا ضلع داره، میگیم 6 ضرب در پرانتز رو باز میکنیم، باز به جای ام تعداد ضلع ها رو قرار میدیم، منهای 3 تقسیم بر 2. بچه ها جون، به این ختم میگین تقسیم، تقسیم بر 2. خب پسر گلم، ما اگر یادتون باشه اولین کاری که میکردیم میومدیم حاصل داخل پرانتز رو حساب میکردیم. پس اینجا اول بچه ها جون حاصل داخل پرانتز رو حساب میکنیم. 6 منهای 3 چند میشه؟ 6 منهای 3 میشه 3. احسن، باریکلا. خب پسرای گلم، 6 ضرب در 3 میشه چند؟ 6 ضرب در 3 میشه 18. خب من حاصل قسمت بالا رو حساب کردم، حالا 18 تقسیم بر 2 چند میشه؟ بله باریکلا، احسن، میشه 9. پس 6 ضلعی ما 9 تا قطر داره. بچه ها جون، شما عزیزان توی دفتراتون یک 6 ضلعی رسم کنید، یه 6 ضلعی بزرگ، و با مداد رنگی با رنگ های مختلف قطرهاش رو رسم کنید و بشمارید ببینید آیا 9 تا قطر رو رسم میکنید. بعد در آخر کار بیاید تمرین های صفحه 84 اون پایین صفحه رو انجامش بدید. خب پسرای گلم، دقت کنید، من یه مثال دیگه برای شما عزیزان حل میکنم که به خوبی متوجه بشید. بچه ها جون، ما الان تعداد قطرهای چهار ضلعی رو با هم دیگه حساب کردیم، درسته؟ تعداد قطرهای چهار ضلعی چند تا شد؟ شد 2 تا، درسته؟ خب پس بچه ها، من میخوام با استفاده از این فرمول تعداد قطرهای چهار ضلعی رو حساب کنم ببینم درست میشه یا نه. دقت کنید، قرار شد به جای ام چی بذاریم؟ تعداد ضلع ها.
خب من میخوام قطر 4 ضلعی رو حساب کنم. 4 ضلعی چند تا ضلع داره؟ خب چند تا؟ 4 تا. بله، پس میگم 4 ضرب در پرانتز باز، 4 منهای 3 تقسیم بر 2. قرار شد اولین کاری که میکنیم چی باشه؟ حاصل پرانتز رو باید اول حساب کنیم. خب بچه ها جون، 4 منهای 3 گفتیم چند میشه؟ میشه 1. بله باریکلا. بعد چی کار میکردیم؟ بعد 4 رو در حاصل این پرانتز ضرب میکردیم. 4 ضرب در 1 میشه 4. خب پسر ای گلم، 4 تقسیم بر 2 چند میشه؟ میشه 2. هزار آفرین. همون جوری هم که خودتون دیدید و رسم کردیم متوجه شدید که همه 4 ضلعی ها 2 تا قطر دارن. خب بچه ها جون، ازتون میخوام روی مقوا شکلای متفاوتی، چند ضلعی های متفاوتی رو رسم کنید و بعد با وسایل مختلف، مثلا میتونید با رنگ های مختلف کانوا یا مثلا میتونید با استفاده از این میله هایی که دارید، با استفاده از رنگ های مختلف قطرهاشو بچه ها چیکار کنید؟ روی اون شکل نشون بدید و یا به سلیقه خودتون، ماشاءالله هزار ماشاءالله، خودتون همه خیلی خلاقین و خیلی خلاقیت دارین و ما منتظر کارهای زیبا و خلاقانه شما عزیزان هستیم که شکل‌های چند ضلعیتون رو رسم کنید و قطرهاشو با رنگ‌های مختلف با وسایل مختلف نشون بدید و برای ما ارسال کنید. تا یه روز دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خیلی دوستتون دارم. خدا یار و نگهدارتون. پسر دارم من، قند عسل دارم من، شاخ نبات و نقل تر بغل بغل دارم من. هر نامه نام خداست که بی نام او نام یک سر خطاست. گل پسره عزیز و نازنینم سلام، امیدوارم هر کجایی که هستین حالتون خوب باشه. بچه جون، امروز میخوایم با هم دیگه قسمت پایین صفحه 87 کتاب ریاضی رو آموزش ببینیم و ببینیم چجوری میتونیم خطهای خمیده رو اندازه گیری کنیم. پسره گلم، شما در فصل پنجم با خط راست، نیم خط و پار خط آشنا شدید و یاد گرفتید خط راست خطی بود که از هر دو طرف ادامه داشت و چون از هر دو طرف ادامه داشت و ابتدا و انتهاش مشخص نبود، پس قابل اندازه گیری هم نبود. و یاد گرفتید که نیم خط از یک طرف ادامه داشت و چون از یک طرف ادامه داره، پس اونم قابل اندازه گیری نیست. و پاره خط قسمتی از خط راست بود که بین دو نقطه قرار داشت. بچه ها جون، پاره خط چون دو سرش بسته هست بین دو نقطه قرار داره، پس قابل اندازه گیری هست. پسرای عزیزم، شما یاد گرفتید زمانی که میخوایم خط راست رو رسم کنیم اصلا دستمون رو جا به جا نمی کنیم. شما عزیزان با خطهای شکسته آشنا شدید و یاد گرفتید که ما دو نوع خط شکسته داریم. یکی خط شکسته باز و یکی خط شکسته بسته. و میدونید که برای رسم خطهای شکسته باید از وسیله ای به نام خطکش استفاده کنیم و با جا به جا کردن خطکش خط شکسته باز یا خط شکسته بسته رو رسمش کنیم. خب پسر عزیزم، حالا میخوایم یک خط شکسته باز که از 3 تا پاره خط درست شده رو با هم دیگه رسم کنیم.
یک خط شکسته باز که از 3 تا پاره خط درست شده باشه. خب من اول خطکشو میذارم اینجا، یه پاره خط رسم میکنم. خب بچه‌ها جون دقت کنید، این یه پاره خط. گفتیم برای این که بخوایم خطهای شکسته رو رسم کنیم باید خطکشمونو جا به جا کنیم. خب این دفعه خطکشو اینجوری قرارش میدم و باز یه پاره خط دیگه رسم میکنم. این یه پاره خط، این دو پاره خط، گفتیم از 3 تا پاره خط درست شده باشه. خب این دفعه هم خطکشو میذارم اینجا، باز جا به جا میکنم و یه پاره خط دیگه رسم میکنم. خب یک پاره خط، دو پاره خط، 3 پاره خط، خط شکسته باز که از 3 تا پاره خط درست شده بود. خب پسر عزیزم، این دفعه میخوام یک خط شکسته بسته رسم کنم که از 3 تا پاره خط تشکیل شده. خب خطکشو میذارم اینجا، یک پاره خط رسم میکنم، این یه پاره خط، این دو پاره خط و این سه پاره خط. این خط شکسته بسته که از 3 تا پاره خط تشکیل شده. خب پسر عزیزم، حالا یه سوالی از شما عزیزان دارم. برای این که بخوام اندازه این خط شکسته بسته رو به دست بیارم باید چی کار کنم؟ احسن، باریکلا، آفرین. باید هر کدوم از این پاره خط ها یا ضلع های این مثلث رو اندازه گیری کنم و بعد با هم دیگه جمع کنم و بعد چیکار کنم بچه ها؟ اندازه این خط شکسته بسته رو حساب کنم. پسر گلم، اندازه هر کدوم از این پاره خط ها رو اندازه می گیرم و می نویسم. خب بچه جون، حالا چی کار می کنم؟ اندازه این 3 تا پاره خط رو با هم دیگه جمع می کنم. یعنی میگم 21 به اضافه 21 به اضافه 18. وقتی این 3 تا رو با هم جمع کنم میشه 60. پسر گلم، ما در واقع چی کار کردیم؟ ما در واقع، احسن، باریکلا، محیط این شکل رو حساب کردیم. محیط میشد اندازه دور تا دور هر شکل. خب بچه‌ها جون، پس شما عزیزان یاد گرفتین که چجوری میتونید خطهای شکسته رو اندازه گیری کنید. حالا امروز میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری میتونیم خطهای خمیده رو هم اندازه گیری کنیم. خب پسرای گلم، ما امروز میخوایم با هم دیگه خط خمیده رو رسم کنیم و اونو اندازه گیری کنیم. بچه‌ها جون، برای این که بخوایم خط خمیده رو رسم کنیم ما نیازی به خطکش نداریم و نباید دستمون رو جابجا کنیم. دقت کنید، من یه چند نمونه خط خمیده رو اینجا براتون رسم میکنم. به این خطها میگن خطهای خمیده، به این خطها میگن خطهای خمیده، بدون استفاده از خطکش و بدون جابجا کردن دستمون میتونیم به راحتی خطهای خمیده متفاوتی رو رسم کنیم. من الان اومدم اینجا روی یونولید یه خط خمیده رو برای شما عزیزان رسم کردم و میخوایم با هم دیگه این خط خمیده رو اندازه بگیریم. بچه‌ها جون دقت کنید، یه دونه از این سوزن‌های تهگرد رو برمی‌داریم.
دقت کنید، یه دونه سوزن بر می‌داریم و ما می‌خوایم با استفاده از یه تیکه نخ کاموا، یا می‌تونید شما عزیزان با متر خیاطی هم این کار رو انجام بدید. من از نخ کاموا استفاده کردم که راحت تر باشم. بچه‌ها جون، یه تیکه نخ کاموا رو بر می‌دارم، یک سر این نخ کاموا رو به ته این سوزن خوب می‌پیچونم و چی کار میکنم؟ سوزنمو یک سر این خط خمیده فرو میکنم. دقت کنی؟ خب، حالا چند تا سوزن دیگه توی جاهای مختلف قرار میدم و بعد نخ رو دور این سوزن‌ها میپیچونم و بعد سنجاقو از یونولیت بیرون میارم و با استفاده از خطکش طول نخ رو اندازه گیری میکنم. دقت کنید. خب، این نخ رو دور این سنجاق‌ها میپیچونم. بچه‌ها دقت کنید، سر طول خط خمیده من کجاست؟ اینجا. پس اندازه شو با دستم میگیرم و باز میکنم. اینو با خطکش اندازه گیری میکنم. بچه جو، اندازه این شد 35 سانتیمتر. پس دفعه اول با استفاده از 1, 2, 3, 4, 5, 6 شش تا از این سنجاق‌ها طول خط رو اندازه گیری کردم، شد 35 سانتیمتر. خب پسر گلم، آیا اندازه نخ من با اندازه طول خط من با هم برابر بود؟ آیا اندازم دقیق بود؟ نه اصلا. هزار آفرین. خب بچه ها جون، به نظر شما برای اینکه اندازه گیری من دقیق تر بشه چی کار کنم؟ باریکلا، آفرین. چی کار میکنم؟ تعداد سوزنها رو بیشتر میکنم، یعنی فاصله بین این سوزنها رو بچه ها جون چی کار میکنم؟ کمتر میکنم. دقت کنید، من میام این دفعه از سوزنهای بیشتری استفاده میکنم، فاصله بین این سوزنها رو کم میکنم. بچه ها جون، خب باز چی کار میکنم؟ حالا میام سوزنی رو که بهش نخ پیچیده بودم ابتدای این یونولیت قرار میدم و بعد چی کار میکنم؟ بچه ها جون، این نخ رو دور تا دور این سوزن ها رد میکنم. دقت کنید پسر گلم، به اینجا نگاه کنید، آیا اندازه گیری ما به نظر شما دقیق تر شد یا نه؟ آیا نخ من با طول خط من بیشتر به هم نزدیک شد اندازه هاشون یا نه؟ با اندازه دفعه اول با هم مقایسه کنید، متوجه میشید که هرچی تعداد سنجاق‌ها یا سوزن‌ها رو به هم دیگه نزدیک تر کنی و فاصله بینشون رو کم تر کنی، اندازه طول نخ ما به اندازه طول خط خمیده من نزدیک تر میشه. خب اینجا رو علامت میزنم، این نخ رو بر میدارم و باز این دفعه بازش میکنم و با خطکش اندازه میگیرم. میبینم بچه ها جون، این دفعه طول خط من شد 43 سانتیمتر. بچه ها، طول نخ من اندازش بیشتر شد. دفعه اول که اندازه گیری کردم شد 35 سانتیمتر، دفعه دوم شد 43 سانتیمتر. اندازه طول نخ من بیشتر شد، درسته؟ پس متوجه میشم اندازه طول نخ من
به اندازه طول خط خمیده‌ای که رسم کردم نزدیک‌تر هست و دقیق‌تره. خب بچه ها جون، حالا این دفعه برای اینکه بخوام اندازه خیلی دقیقی رو به دست بیارم، یه تیکه از همین نخهای کانوا رو برمیدارم و خیس میکنم. یه تیکه از همین نخهای کانوا رو برمیدارم و خیسش میکنم. خب حالا بچه ها جون، این نخ کانوا رو دقیقاً میام، من وقتی میخواستم خط خمیده رو روی یونولیت رسم کنم، بچه ها یکم ماژیکم رو فشار دادم، یکم حالت فرو رفتگی پیدا کرده. میام سر این نخ رو میگذارم داخل این یونولیت. بچه ها دقت کنید، اجازه بدیم من روی میز این کار رو انجام بدم و بعد به شما عزیزان نشونش بدم. خب پسر گلم نگاه کنید، من این خط رو، این نخم رو کامل اومدم روی خط خمیده قرار دادم و اگر دقت کنید میبینید الان طول نخ من با طول خط خمیده من کامل با هم دیگه برابره، دقیقاً کامل کامل روی هم دیگه قرار گرفته. خب بچه ها جون، حالا این نخو بر میدارم و بعد با خطکش اندازه گیری میکنم. میبینم اندازه این نخ من شد 46 سانتیمتر. پس میبینم طول خط خمیده من با طول این نخی که دقیقاً روی این خط خمیده قرار دادم و پوشوندم با هم دیگه برابر بود. پس میگم اندازه خط خمیده منم برابر است با 46 سانتیمتر. خب پسرای عزیزم، امیدوارم شما هم بتونید خطهای خمیده مختلفی رو روی یونولیت توی خونه رسم کنید و به راحتی با نخ کانوا اندازه گیری کنید و بعد اندازش رو برای ما هم ارسال کنید. منتظر دیدن کارهای زیبای شما عزیزان هستم. به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا یار و نگهدارتون. پس یه دونه روز چهارشنبه را دارم و یه دونه تا
تاریخ روز چهارشنبه که گفته اولین روز ماه، تاریخ یکم. بسیار خوب، حالا آخرین چهارشنبه ماه باید ببینم چه تاریخی میشه. ابتدا میام یک جدول دو ردیفه رسم میکنم. قسمت بالا می نویسم روز و پایین می نویسم تاریخ. روز رو دارم، چه روزی؟ روز چهارشنبه، کاملا درسته. میگم روز چهارشنبه چه تاریخی هست؟ گفته اولین روز یا تاریخ یکم. پسرای عزیزم، همه شما میدونید یک هفته هفت روز هست و هر یک هفته یه دونه روز چهارشنبه بیشتر نداره. برای اینکه بخوام به چهارشنبه بعدی برسم چند روز زمان میگذره؟ چند روز باید صبر کنم؟ میشماریم: پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه. من چند روز باید صبر کنم؟ آفرین، بله، من اگر از این چهارشنبه هفت روز صبر کنم به چهارشنبه هفته بعدی میرسم. کاملا درسته. خب پس چیکار میکنم؟ پس از تاریخ یکم هفت روز میرم جلو تا به چهارشنبه بعد برسم. پس باید به اضافه هفت بشه. چهارشنبه بعدی میشه تاریخ هشتم. اگر باز بخوام به چهارشنبه بعدی برسم باید هفت روز بهش اضافه بشه. پس هشت رو به اضافه یه هفت میکنم، چهارشنبه بعدی میشه تاریخ پانزدهم. و باز همینجور اگر نگاه کنید الگو ادامه پیدا میکنه. الگوی ما یک الگوی تکرار شونده هست و هفته هفته میره جلو. چهارشنبه بعدی میرسم به تاریخ 22. چهارشنبه بعدش میشه تاریخ 29. پسر گلم اگر دقت کنید اینجا، اگر بخوام چهارشنبه بعد رو حساب کنم آیا میتونم؟ چه تاریخی میشه؟ چهارشنبه بعد رو اگه بخوام حساب کنم میشه تاریخ 36. خب زرنگ هایی توی خونه بگید ببینم آیا توی یک سالی که 12 ماه هست من هیچ ماهی رو دارم که 36 روز باشه؟ دارم؟ نه. پس همینجا متوقف میکنم و نمیتونم دیگه الگو رو ادامه بدم. گفته آخرین چهارشنبه چه تاریخی هست؟ اگر خوب دقت کنید متوجه میشید آخرین چهارشنبه ما تاریخ 29 است. حالا اگر من ازتون سوال کنم و بگم شما بگو ببینم سومین چهارشنبه من چه تاریخی میشه؟ شما میشمارید، میگید اولین چهارشنبه، دومین چهارشنبه، سومین چهارشنبه ما تاریخش 15 است. هزار آفرین. سوال بعد دقت کنید، گفته امروز جمعه 31 فروردین است. جمعه های ماه فروردین چه تاریخ هایی هستن؟ باز اطلاعاتی که در مسئله به من داده یه دونه روزهای جمعه و یه دونه تاریخ 31 رو دارن و باید یک جدول دو ردیفی رسم کنم. بالا می نویسم روز، پایین می نویسم تاریخ. چه روزی؟ روز جمعه. چه تاریخی؟ گفته جمعه 31 فروردین. پس تاریخش رو زیرش می نویسم. حالا گفته جمعه های ماه فروردین. خب پسرای گلم اگر به این تاریخ نگاه کنید متوجه میشید که الان آخر ماه هستیم.
پس برای این که بخوام جمعه های قبل رو به دست بیارم باید 7 تا 7 تا الگو برگردم به عقب، یا 7 روز 7 روز برگردم به عقب. بسیار خوب، 7 روز برمیگردم به عقب میشه منهای 7. جمعه قبل میشه تاریخ 24. خب باز 7 روز برمیگردم به عقب، منهای 7 میشه جمعه قبل من، باز میشه تاریخ 17. باز دوباره 7 تا برمیگردم به عقب، متوجه میشم الگوی من یک الگوی تکرار شونده است. جمعه قبلش میشه تاریخ 10، جمعه قبلش میشه تاریخ 3 و دیگه نمیتونم 7 تا به عقب برگردم. گفته جمعه های ماه فروردین، پس یعنی همه یه تاریخ ها رو میخواسته. جمعه های ماه فروردین تاریخ 31، 24، 17، 10 و 3 هست. بسیار، به سوال 3 دقت کنید. گفته امروز دوشنبه 4 آبان ماه است، تا پایان آبان 3 ها چه روزهایی هستند؟ پسرای گلم، تاریخ دوشنبه 4 آبان ماه رو به من داده. حالا من میخوام ببینم اصلا روزهای 3 چه تاریخ هایی هستن. خب جدول رو رسم میکنم، یه جدول دو ردیفه، بالا رو مینوشتم روزها و پایین رو مینوشتم تاریخ. خب روز دوشنبه 4 آبانه، ببینم روز 3 چه تاریخی میشه. آفرین، یک روز از روز دوشنبه وقتی برم جلو میرسم به روز 3، پس یکی هم باید به تاریخام اضافه بشه، پس روز 3 من میشه 5. خب آفرین، روز 3 من، اولین 3 من تاریخش میشه 5 ماه. حالا چیکار کنم برای اینکه بخوام 3 ماه آبان رو حساب کنم؟ آفرین، باید 7 الگو برم جلو، 7 بهش اضافه میکنم و 3 بعد میشه تاریخ 12. باز 7 بهش اضافه میشه، الگوی الگوی تکرار شونده بود، باز میشه تاریخ 19 و در نهایت 3 بعدی میشه تاریخ 26. پسرای عزیزم، اگر بخوام باز برم جلو میرسم به روز 33. آیا هیچ ماهی وجود داره که 33 روز باشه؟ نه. هزار آفرین پسرای گلم، شما عزیزان میدونید که 6 اول سال 31 روز هست و 6 دوم سال به استثناء اسفند 30 روز هست، پس دیگه نمیتونم ادامه بدم و باید همینجا متوقفش کنم. پسرای عزیزم، امیدوارم این مسئله ها رو به خوبی یاد گرفته باشید و الان کتاب ریاضی صفحه 12 رو باز کنید و به سوال 3 به راحتی پاسخ بدید. دست علی یارتون، خدا نگهدارتون.